واقعیتش اینه که شما وقتی که وزن کم میکنید بدن مقاومت میکنه. حالا ممکنه که روزهای اولم خوب وزن کم کنید بدون اینکه بخواید خیلی تلاش بکنید، ولی کم کم این کاهش وزن کم میشه تا اینکه نهایتا استوب میشه. سلام، من شیوا هستم، مشاور تغذیه. میخوام 15 تا دلیلی که چرا وزن کم نمیکنی و بهت بگم. یه سری راهکارا رو هم میگم که از استوب وزنی در بیای. بدن تمایل داره که وزن رو توی نوسان نگه داره. حالا بسته به غذایی که میخوریم، هورمون ها که آب رو توی بدن نگه میدارن یا عضله سازی که در اثر ورزش اتفاق میفته، این وزن ممکنه که ثابت بمونه. یعنی ممکنه که مثلا شما دارین چربی از دست میدین، ولی خب آب توی بدنتون نگه داشته شده یا غذای هضم نشده دارید یا در اثر ورزش عضله سازی کردین و ترازو تغییر وزنی رو نشون نده. پس بهتر که ما به جز ترازو از شاخص‌های دیگه استفاده کنیم، مثل دور کمر، درصد چربی. یه دلیل دیگه هم میتونه این باشه که ما بعضی وقتها اصلا نمیدونیم چقدر غذا خوردیم. مطالعات نشون داده کسایی که یادداشت میکنن که چقدر غذا خوردن یا عکس غذاشون رو میگیرن کاهش وزن بیشتری دارن. البته اینو هم بگم، کسایی که اختلالات خوردن دارن نباید از این روش استفاده کنن، چون که ممکنه ضررهایی براشون داشته باشه. مورد سومی که ممکنه اتفاق بیفته اینه که خب پروتئین کافی نمیخوریم. پروتئین اگر که 25 تا 30 درصد کالری روزانه رو تشکیل بده، 80 تا 100 کالری متابولیسم رو بیشتر میکنه و اینکه احساس سیر کنندگی خوبی داره و ما کمتر سراغ حل حوله میریم، چون پروتئین روی هورمون های تنظیم کننده اشتها اثر میذاره. حتما یه صبحانه پر پروتئین بخورید. کلا ما توی روند کاهش وزن دچار افت متابولیسم میشیم، اما پروتئین باعث میشه که این افت متابولیسم اتفاق نیفته. مطالعات نشون داده که افراد معمولا دوست دارن کالری مصرفیشون رو دست کم بگیرن. برای این کار بیایید هر از مدتی، مثلا چند روز در ماه، هر روزم نیازی نیست که این کار رو بکنید، کالری که میخورید رو محاسبه کنید. این باعث میشه که بدونید که توی روز چقدر کالری استفاده میکنید و اون عدد واقعیش دستتون بیاد. مورد بعدی اینه که کیفیت غذا به اندازه کمیت غذا اهمیت داره. یعنی اینکه اگر غذاهای فراوری شده زیاد استفاده بکنید روی روند کاهش وزنتون تاثیر منفی میذاره. یکی از موردهایی که خب خیلی ها ممکنه رعایت نکنن اینه که ورزش مقاومتی انجام نمیدن. وزن زدن یا انجام تمرین های مقاومتی خیلی میتونه کمک کنه که کاهش عضله‌ای که توی روند کاهش وزن اتفاق میفته پیش نیاد، متابولیسم کند نشه و اینکه چربی بدن هم کاهش پیدا بکنه. مورد بعدی اینه که خب ممکنه شما ورزش های هوازی انجام ندید. ورزش های هوازی مثل دویدن، شنا، دوچرخه سواری باعث میشه که چربی های شکمی، چربی های احشایی که مضر هستن در واقع کاهش پیدا بکنه و روی روند کاهش وزنتون تاثیر خیلی خوبی داشته باشه. مورد هشتم اینه که ممکنه شما نوشیدنی قندی زیاد بخورین. نوشیدنی های قندی یکی از چاق کننده ترین مواد غذایی هستن که وجود داره. انواع نوشابه ها، دلستر، آب میوه ها و شربت ها نوشیدنی قندی هستن که بهتره حذف بشن. مورد نهم اینه که ممکنه که خواب خوبی نداشته باشین. قبلا هم گفتیم کیفیت خواب روی اضافه وزن خیلی تاثیر میذاره. تحقیقات نشون داده که کسانی که بزرگسالانی که کیفیت خواب خوبی ندارن 55 درصد بیشتر در معرض اضافه وزن هستن. مورد دهم اینه که ممکنه الکل مصرف میکنین. هر گرم الکل 7 کالری انرژی داره که خب خیلی ها اینو محاسبه نمی کنن. مورد 11 هم این که
با آگاهی غذا نمیخورید. یعنی چی؟ یعنی اینکه موقع غذا خوردن با خانواده صحبت میکنید، تلویزیون نگاه میکنید، با گوشی بازی میکنید. وقتی که دارید غذا میخورید آروم غذا بخورید، غذا رو مزه مزه کنید، طعمش، بافتش، بو، رنگش، به همه اینا توجه کنید. مورد 12 اینه که ممکنه که یه وضعیت پزشکی خاص داشته باشین که کاهش وزنتون رو سخت کرده، مثل کمکاری تیروئید، سندروم تخمدان پولیکیستیک و یا اینکه داروهای خاصی استفاده میکنید. مورد 13 اینه که ممکنه یه مدت طولانی دارین رژیم میگین. به خودتون استراحت بدین، کالری مصرفیتون رو این مقدار بیارید بالا، درصد چربی بدنتون رو حفظ کنید یکی دو ماه و بعد دوباره شروع کنید. مورد 14 اینه که بعضیا توقع زیادی از رژیم و کاهش وزن دارن که بعد از این مدت بهش نمیرسن و خسته میشن. توقع نداشته باشین که مثل این ورزشکارا و مدلایی که عکساشو میبینید خیلی سریع به اون برسید. خودتون رو با خودتون مقایسه کنید و با هر تغییری خوشحال باشید. مورد 15 و آخرین مورد این که خیلی روی رژیم غذایی متمرکز شدیم. واقعیت اینه که رژیم غذایی تا یه جایی جواب میده و بهتره که سبک زندگی عوض بشه، بره به سمت تغذیه سالم، ورزش، که در کنارش اون کاهش وزن هم قطعا اتفاق میفته. موارد زیادی براتون گفتم، حتما کانال رو داشته باشید که از دست ندید این مطالب رو و بتونید هر از گاهی بهش برگردید و استفاده کنید. اگر که مطالب مفید بود حتما برای دوستاتونم بفرستید.